داشتیم. بر اساس اعلام سامانه نظارت ارز ایران سنا، دیروز نرخ خرید دلار در بانک‌ها و صرافی‌های دولتی به 12000 تومان رسیده و نرخ فروش این ارز 12100 تومان اعلام شده. سنا نرخ معاملی ارزها در بانک‌ها و صرافی‌های دولتی را همه روز اعلام می‌کند. این نرخ کمترین قیمت دلار از آغاز سال 98 بدین سو بوده است. نرخ فروش یورو در صرافی‌ها دیروز 14050 تومان اعلام شد. برای بررسی این موضوع رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا از شهر ثاوزند اوکس با ماست، آقای جمشید دموعی. به چشم‌انداز بامدادی بی بی سی خوش اومدین. دلیل این کاهش قیمت ارز خارجی در ایران چیه در بانک‌ها و صرافی‌های دولتی ایران به نظر شما؟ درود به شما، همکارانتون و بینندگان و شنوندگان رادیو بی بی سی. ببینید 15 ماست از این مسئله میگذره. یک نگاه سریع بکنیم چه اتفاق افتاد. در مارس 2018 دلار شدیداً قیمتش افزایش پیدا کرد. در طی حدود شاید 7 ماه یه چیزی حدود بیشتر از 300% بالا رفت. بعد از اون این قضیه کاهش پیدا کرد، رفت حتی به مبلغی اندکی بیشتر از 10000 تومان در مدت خیلی کوتاه، بعد برگشت در طی ماهای بعد حدود 15000 تومان. در 3-4 ماه گذشته تقریبا این حدود 4500 اینقدر بوده و امروز در طی 25-6 روز گذشته یک شدت با سرعت بسیار زیاد این مسئله تغییر کرد، یعنی 20% در طی 3-4 ماه گذشته، 16-17% در عرض 3 هفته گذشته. چرا؟ ببینید اتفاقاتی که افتاد به این صورت. دولت ایران یا به عبارتی بگیم بانک مرکزی در اون موقعی که دلار به شدیدا قیمتش افزایش پیدا کرد، اون دخالت لازم رو که باید میکرد نکرد. وقتی که بعد از اون برگشت اتفاق افتاد، بازار شناور ایجاد شد، سامانه نیما در این مدت سر شد که مقداری زیادی از در واقع صادرات و واردات ایران از طریق سامانه نیما انجام بشه. به عبارت دیگه بازار شناوری وارد قضیه شد که بتونه بین بازار آزاد و اونی که دولت میگه این تفاوت رو کم کنه. امروز که ما بهش نگاه میکنیم نرخ سامانه نیما 11700 تومانه، نرخی که شما در ازش صحبت کردی حدود 12100. بنابراین این به این صورت که بخشی از این مسئله در طی این مدت به وسیله ایجاد در واقع سیستمی که بتونه تفاوت بین بازار آزاد یا حالا بهش بگیم بازار سیاه که دلمون میخواد و اون نرخی که در واقع در اش صادرات و واردات ایران به صورت رسمی معامله میشه رو کم کنه و این انجام شد. ببینید کسایی که وارد دقیقاً همین میخواستم، حالا که اسم بازار آزاد رو هم آوردین آقای دمویی، که میدونیم که این اتفاق و در واقع این نرخی که سنا اعلام کرده مربوط به بانک ها و صرافی های دولتی هست، ولی میدونیم که مردم بیشتر با بازار آزاد و نرخ ارز در بازار آزاد سر و کار دارن. ببینید بازار آزاد هم وقتی ازش صحبت میکنیم، الان وقتی صحبت بازار آزاد میکنیم تفاوتی نداره با اینجا. حتی وقتی که شما نرخ صرافی ها و بانک ها رو نگاه میکنی، اینا رو نگاه میکنی، این تفاوت زیادی نیست. ببینید چرا تفاوت نیست، به این قضیه نگاه کنیم. کسایی که احتیاج به ارز دارن کیا هستن؟ بخش عمدهش کسایی که تو معاملات تجاری دارن، بعضی ها مسافرت، چیزای خیلی جزئی تر، عده‌ای هستن که میخواد از سرمایه های مالی خودشون به خاطر نگه داشتنش در دلار از اونها حمایت کنن. بخش دیگه هم برای خروج سرمایه است. تمام اینها در رابطه با نرخ، در نرخی که هست. مثلا به عنوان مثال وقتی که بازار نیما شروع شد، برای مدت زیادی این صحبت بود که فقط 1/4 صادرات غیر نفتی برمیگرده با بازار نیما. در طی هفته‌های گذشته ماه گذشته می‌بینیم که این مبلغ به مراتب شدیدتر شده. طبیعیه وقتی کسی بتونه یک دلار رو برگردونه به نرخ نصف مقداری که میتونه اونو در واقع بگیره، خب نگه می‌داره. اون چیزی که اتفاق افتاد در این صورت اینه، ببینید اشل قضیه مهمه. در تمام مدت سالهای گذشته، حتی در قبل از برجام، شما اگه به تراز پرداختهای ایران نگاه کنید، مقداری که ما از جهت صادرات وارد میکنیم نفتی و غیر نفتی به مراتب بیشتر از وارداته. در سال 2017 این بوده حدود 42 میلیارد دلار، حتی 2015 بوده 22 میلیارد دلار. برابری ما مشکلی در مورد تأمین ارزی واردات که بخش عمده این قضیه است نداریم. ولی آیا این روند میتونه، این روند کاهش قیمت ارز میتونه دنباله دار باشه، دست کم در صرافی ها و بانک های دولتی، یا دست کم ثابت بمونه؟ کوتاه لطفا. من به این مسئله اشاره میکنم که این میتونه.
چرا میتونه، باز به این میخوام اشاره کنم. اون چه که امروز داره اتفاق میفته سیاست بانک مرکزیه. به عبارت دیگه این بحثه که آیا بانک مرکزی میخواد اینو از 12000 دلار پایینتر بیاره. ببینید اووردن دلار پایینتر هزینه های خودش رو داره. هزینه هاش اینه که شما وقتی در بازار دخالت میکنید، دخالت بدون هزینه نیست. بعد مسئله بعدی اینجاست، پایین آوردن قیمت ارز چه فایده داره برای اینا؟ استفادهش اینه که مقادیر زیادی تورم رو ممکنه کاهش بده، مقدار زیادی ثبات اقتصادی ایران رو ممکنه به طریق دیگه جلب بده، ولی بدون هزینه نیست. اون برای قضیه صادرات غیر نفتی وقتی که ارزش در واقع ریال اضافه تر میشه، اون اینسنتیو، اون در واقع اشتیاق اینا به این کمتر میشه. ببینید یک بازیه که باید به صورت بهینه بره جلو، نه به صورت در موردی که ایران آیا این توان رو داره از نظر ارزی. به نظر من 100% داره این بازی رو بکنه. سپاس فراوان. آقای دمویی، با جمشید دمویی صحبت می‌کردم، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن از کالیفرنیا آمریکا. از ایران باز هم خبر داریم در یک نگاه با علی همدانی. مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی در تهران بازداشت شده. بر اساس گزارش‌ها خانم حاجی‌زاده در چند